خبر شما دوستان جان، اینجا چنل کریزی گروپ با همچنان اسم من یوکی و یاشا خان. گایز، قرار امروز یک ریاکشن داشته باشیم به فیلم پیشنهادی. بله، اسم فیلم پیشنهادی نیست، یک فیلمی که به اون پیشنهاد شده. نمیدونم آقا یا خانوم به اسم من آف گودویل، اگر درست خونده باشم اسم پروفایلشونو، نوشته بودن که اگر میشه لطفاً ریاکت کنین به فیلم The Lady of Heaven، یعنی فیلم بانوی بهشت، فارسیشو ترجمه کنم، تریلرش ریاکشن بدین، که من هم به خواسته ایشون احترام میذاریم. قطعاً هر کس دیگه یه امتیاز داشته باشه به اونو بگه، ما ریاکشن میدیم. بله، این فیلم محصول انگلستانه. 123,000 تا لایک داشته این فیلم و از چنل فیلم سلکت با 4,120,000 سابسکرایبر منتشر شده. حدود 3,890,000 تا هم این تریلر بازدید داشتیم. دقیق نمیدونم این فیلم اومده یا نه، ولی تا اونجایی که من تو چنل منلا سرچ کردم کیفیت پردهش بود. حالا اونا دروغ میگن، اطلاعاتمون اگه چیزه به روز رسانی بونو ما این تا تش. خب، من نه فیلمو دیدم، یعنی تریلر شو دیدم، اگه فیلمم اومده من ندیدم. من گفتم که دیگه به قول گفتنی حرف ایشون روی زمین نمونه. بازم تشکر میکنم ازت و اینم بگم این کامنتو زیر ریاکشن من روی تریلر فیلم ملک تاخمارس یا همون تومیریس که محصول قزاقستان بود گذاشته بودن. پس یک وقفه 20 ثانیه میگیریم، میریم، میایم ریاکشن رو با هم میریم. Let's go. خب گایز، همون گانه که میبینین پروژکتور منو به درجات عرفانی رسوندن از گرما بدون هیچ حرفی. قبلش هم خیلی حرف زدیم، اسکرین ریکوردر رو بیاد بکشیم، ریاکشن رو بریم. و اینا بگم که این ریاکشن رو که همزمان میگیرم، آهنگ گومی گومی، آهنگ معروف گومی گومی از میریام فارس، خواننده مشهور لبنانی، آپلود شد. یعنی داره میشه دیگه، حالا اگه مشکلی پیش نیاد و حقا نشری نخوره. پس بدون معطلی بریم. Let's go. میگیره موضوع کنه ما این همیشه آدم میره. The world is in shock as a group of terrorists has taken control of large areas of Syria and Iraq. The world can be a cruel and dangerous place. Remember, even if you're afraid, be strong. Your loving mother, Fatima. Did your mother ever tell you the story of the Lady of Heaven? She was very special. Daughter to the Prophet Muhammad. My time is near. And afterwards, my lovely Fatima, you will face many trials. With my father no longer here to lead us, evil is with those who will extinguish the light of truth. You're gonna let a woman tell us what to do? We will burn her out! God will judge all of you.
world has become a breeding ground of violence. Its shadow will be cast across many generations to come. It's said some people are so full of faith. They give strength to everyone around them. The greatest thing in this life and the hereafter is the spreading of peace in the world. Lady Fatima's goodness inspired people to stand up, no matter what the cost. Her legacy lives on. سکرین رکوردر رو قطع بنماییم و بعد صحبت رو میبینیم گرفت حالی گرفت. خب بریم برای صحبت. من اینو بهتون بگم قبل اینکه اصلا با شروع میکردم اینو باید میگفتم ولی گفتم که طولانی نشه، یعنی مدت انتظار تو برای دیدن فیلم تریلر فیلم. ما این فیلم رو فقط از جنبه فیلمنامه‌ای و نمیدونم کلا سینمایی و اینا بررسی میکنیم، نه هر جنبه دیگه که داره. اول این بخش رو تموم کنیم بعد به بقیه صحبت هم بپردازیم. دو، یکی که همیشه میدونین چیه. دو، این فیلم ایدش به نظر من جالب بود که هزاران فیلم قطعا ساخته شده در مورد اون اتفاقی که تو عراق و سوریه افتاده، ولی اینی که اونو به داستان تاریخی ربط بدن به نظر من جالبه. و اگر بیاد من دلم میخواد این فیلم رو ببینم که آخرش چی میشه. این فرزنده اگه زنده میمونه بعدش چیکار میخواد بکنه و اینا. یکم برای من پایانش باز از یعنی آشکار هست، ولی بازم از لحاظه آقای سینمایی و اینا هم که خوب استفاده کرده بودن و بازم ایده جالبیه که بیوگرافی یک فرد رو اینطوری چیز میکنن. چی میگن؟ اگر فیلم اینطوری باشه که از آینده شروع بشه و بیوگرافی رو باز ببرن عقب جالبه، اما نه بیوگرافی نباشه، فقط حالت داستان طوری باشه. یعنی مثلا میگم میاد مادر میشینه به فرزندش میگه که بله اون زمان یه اتفاقی افتاده. میفهمین چی میگم؟ یعنی یه حالتی نباشه که به اسناد تاریخی یا هر چیز دیگه ای اتفاق کنن، یعنی اتفاق کنن که سندشون باشه دیگه. این از این قسمتش. یه قسمت دیگه هم اینه که یک هم کومحوریت داستان شبیه هم، شبیه همه یعنی با ملک تومروز شبیه هم. یعنی چی؟ یعنی اینکه فیلم در قسمت ملک تخماراس اینجوری شروع میشه که مستقیم میره روی کسی که میخواد این داستان رو بگه، یعنی این شخص توی واقعیت هم وجود داشته. تفاوت، شباهت و تفاوت این فیلم با اون یکی اینه که ایشون یک دولت داستان سرایی داره، حالا بر اساس روایت یا هر چیز دیگه، ولی ایشون مستقیم میره روی کسی که اینو نوشته و از زبون اون میگه. حالا ابونصر بخارایی بود، فارابی بود، نمیدونم اون کسی که برای تا تمرس بود نوشته بود.
خب این از این قسمت فیلمم که به نظر من دیگه حداقل 7.5 میگیره یا 7.5 میگیره، ولی یکم از سیاست های این چنل بهتون بگم. این چنل چندین بار هم گفته شده هیچ نوع تعصبی و هیچ نوع دیدگاه برتری نسبت به هیچ فیلمی نشون نمیده و واقعیت ها رو میاد میگه، یعنی همون لحظه که میبینه. خب این از این قسمت، یعنی این فرد پس فردا نیان بگیم که داداش من تو اومدی ریاکشن رفتی روی Do You Love Me، بعد نمیدونم ریاکشن رفتی روی چوته چوته پیک، مثلا اینا هندیش انگار ریاکشن رفتی روی نمیدونم Hello Bitches، نمیدونم ریاکشن رفتی روی حالا هر چی که از یادم نمیاد، مثلا روی نامه مهرامرا یا روی قلطانه ریاکشن رفتید، بعد مثلا یه روی این ریاکشن میدید، فاز چیه داشت؟ اولا اینو بگم، یا مثلا گایاویتزا روسیه، اولا بهتون گفتم این چنل بر اساس این ساخته نشده که اول به درآمدزایی فکر بشه. ما اومدیم گفتیم هرچی که یاد داریم، هرچی که مورد علاقمون هست و هر چیزی که ترند میشه یا درخواست میشه از ما بهش احترام میذاریم، میریم میبینیم یا همه با هم میبینیم، یعنی با هم با شما میبینیم که بیایم و تجربیاتمون رو با تون در اختیار بذاریم، اشتراک بذاریم. برای همینه که الان ما بیشترین موضوع رو تو یک چنل برای شما داریم، فرق نمیکنه. الان مثلا ما 21 یا 22 تا فرست بخش داریم که خیلی از موضوعاتی که قرار بود اجرا بشه رو هنوز ما امکاناتش و تجهیزاتش و جایی که باید باشیم یا هر چیز دیگر نداریم، وگرنه مثلا میگم خیلی از استعدادهای ما و علاقه های ما نمیشه مثلا به هم راحتی نشون داد. الان مثلا تجهیزاتی که برای یک ولاگ گرفتن ترتمیز لازمه رو، ماشین، جای سفری که باید بریم، جایی که باید بمونیم یا مثلا هر چیز دیگر رو و وقتی که باید داشته باشیم، حالا پولش هم که بکنم، وقتی که هم باید داشته باشیم، یعنی که باید همینا رو تنظیم کنیم. یا مثلا من برای بدنسازی و باشگاه اینو گفته بودم که هنوز اون اتفاقا نتونستیم اوکی کنیم. این از این بخش، یعنی اینطوری نیستش که شما بیان بگین یک طرفه میشه بازی میرین. اما تحلیل من برای این فیلم تموم شد، اما از اینجا به بعد میخوام چند نصیحت بهتون بکنم که امیدوارم از من بپذیرید. یکتون این نصیحت اول، نه بغیر از اون، نصیحت من اینه که هر اتفاقی که میفته تو هر کشوری که هستین همه مشکلات هست. مثلا طرف اومده از مغرب برای زیر ویدیو من کامنت گذاشته، خب وقتی من از مغرب مثلا بیننده دارم یا مثلا از هند میان مثلا ویدیوهای من میبینن یا هر چیزی دیگه، بس این یک چنل جهانیه و نباید به قول گفتنی اون دیدی که داخل کشور داری با اون دید بقیه جهان رو نگاه کنی. خب برای همین من کلی صحبت میکنم، توی هر کشوری هر دیدگاهی وجود داره، هر مشکلی وجود داره، ولی نباید مشکلات رو نسبت به یک قشر پیش ببریم. میفهمین چی میگم؟ یعنی چی؟ یعنی که بله مثلا داخل یک کشوری، حالا مثلا میگم تفاوت زیادی بین ایران و افغانستان نیست از لحاظ حکومت داری هر چیز دیگه، مخصوصا الان نمیشه مثلا حس نفرت پراکنی و نژاد پرستی رو نسبت به یک قومی افزایش داد فقط به خاطر اینکه دیدگاه اون قوم مسلط شده.
روی حاکمیت. یعنی چی؟ یعنی اینکه بله چون اسلام در ایران حاکمه، در افغانستان حاکمه، من باید از تمامی اقوام عرب زبان متنفر باشم. یعنی مثلا میگم هر کسی که از عراق میاد من باهاش صحبت نکنم، فقط به خاطر این که شرایط سیاسی کشور من بده. خب اون چی کار کنه؟ میفهمین دارم چی میگم؟ بله اون عقاید خودشو داره و اجبارم نمی کنه. مثلا همین فرداش مثلا میگم نمیاد مثلا اینجا شمشیر بکشه بگه که چون اومدم اینجا هر کاری دلم بخواد بکنم. پس نباید دیدگاه نجات پرستانه نسبت به اقوام داشته باشیم. این خیلی مهمه. الان مثلا من براتون یک مثال بزنم. چند تن از دوستان من، دوستان نزدیک منم هستن، به غیر از فیلمی که محصول هالیوود باشه هیچ سینمای دیگه رو نگاه نمیکنه. حالا ایران رو نگاه میکنه یا نه اون که دیگه خودشون میدونن، ولی هیچ محصول دیگه رو نگاه نمیکنن. مثلا فیلم ها و سریال هایی که مثلا کره میسازه، منظورم خوباشونه ها، یا مثلا سینمای هند، یا حتی همین سینمای قزاقستان یا ترکیه، یا حتی سینما اسپانیا، یا هر فیلم سینمای دیگر رو فقط به خاطر فقط برای فیلمشون بحث آهنگ و موزیک ویدیو هر چیز دیگه شون هست. این کار اونا به بیشتر به خودشون ضربه میزنه. چرا؟ چون مثلا میگم چه شما بیای نگاه بکنی چه نکنی، مثلا میاد اون فیلم یا اون سریال مثلا از کره جنوبی اسکوت گیمز میاد و میتره کنه، یا قطار پوسان میاد فیلم سینمایی به اون خوبی عالی عمل میکنه، یا مثلا موزیک ویدیو دلبر دلبر میاد و توی یوتیوب 1 میلیارد بازدید میخوره. یعنی فرقی به حال اون تولید کننده محتوا نداره که شما بیای ببینی یا نبینی، فقط میاد میگه داداش من بازدید رو میگیرم. و تویی که ضرر میکنی. چرا؟ چون تو نرفتی ببینی، خودت رو محروم کردی از آهنگی که داره، یا مثلا از اون دیالوگی که توی فیلم رو گفته میشه، یا هر چیزی دیگه. خب من از اون سینماها دفاع یا حرکتی نمی کنم. من میگم این نوع دیدگاه نجات پرستانه بیشتر به خودتون آسیب میزنه تا اون افراد. این یک مورد. مورد دوم، نصیحت دوم اینه که توی اون تفریحاتی که دارین نباید این دیدگاه رو بیارین. حالا چه فیلم میخواد باشه، چه بازی میخواد باشه، چه انیمیشن میخواد باشه، چه مثلا دوست پیدا کردن میخواد باشه. میفهمید دارم چی میگم؟ حالا من نمیخوام این بحث ویدیو ریاکشن حالت روانشناسان رو پیدا بکنه، ولی با این کار شما فقط به خاطر اینکه بله از نظر تو یا از نظر همه اون دیدش اشتباهه، تو بیای رابطت رو با اون قطع کنی. خب بله تو بیشتر تازه باید با اون ارتباط برقرار کنی. چرا؟ فقط به خاطر اینکه چون 90%شون ذهنشون بسته نیست. اگر منطقی یعنی جوری باشون صحبت کنی که به قول گفته بهشون بر نخوره، به دیدگاهشون، به نون صحبت، به عقایدشون یا هر چیز دیگه شون بر نخوره. و یک مورد دیگه، این نوع دیدگاه بین مردم مرسومه. چون ببینید هر کشوری، هر قومی قهرمان خودش رو داره. شما نمیتونید بیایی بیایی که بله نمیدونم تو چرا فلان چیز رو نگاه میکنی، فلان چیز رو از فلان کس طرفداری میکنی که اومده کشتار کرده چیکار کرده. خب بله از نظر تو شاید یک خونخوار به نظر برسه، ولی از نظر اون قوم
اون قهرمانه. الان مثلا از نظر ایرانیا اسکندر یا الکساندر یک خونخواریه که اومد حکومت هخامنشی رو نابود کرد، ولی از نظر یونانیا برترین قهرمانه که تونست آتن اسپارت رو با هم متحد بکنه یا حالا هر چیز دیگه ای، مقدونیا رو هم بهش اضافه کنه و تموم بکنه و به قول گفتنی صلح و چیز رو اینا براشون رقم بزنه. این مثلا یک مثال. یا مثلا شما میای و میگه میگی داداش من چنگیز خان مغول اومد کشت برد خورد جر داد، ولی شما به این دو تا چیز فکر نمی کنی که بله اون و حالا ادامش بزرگترین حکومت دنیا رو به وجود آورد، بزرگترین حکومت پیوسته دنیا، وگرنه بزرگترین حکومت دنیا رو که بریتانیا به وجود آورد. یا مثلا به این فکر نمی کنی که قانون یاسای چنگیزی رو اصلا شما نمیرین بخونین. چرا؟ چون با این دید نگاه میکنی با از یه جای اومده فلان بوده برمان بوده یا هر چیز دیگه ای. من نمیگم اونا خوب هستن یا نه، من دارم میگم این نوع دیدگاه شما، این نوع دیدگاه شما جلویتونو میگیره که برین بیشتر تحقیق بکنین. مثلا میگم آقا جان من بر به همون رفیقم بیام بگم داداش فلان فیلمو دیدی از سینمای هند میبینم، نمیخوام هم ببینم، یعنی جنبه قول گفتنی گارد جلوی چشمشو بسته که فیلمو نبینه. یا هر چقدر بگیم داداش این اسکار برده، این به این خوبی، این نمیدونم حالت مستندتوری داره، نه. بعد مثلا میگم همون فرد فقط به خاطر این که مثلا حالا به خاطر بیماری یا هر چیز دیگه تولید محتوای کمی یا چیز دیگه میره مزخرف‌ترین فیلم سینما هالیوود مثلا میبینه، ولی بهترین فیلم رو نمیاد از این سمت ببینه. خب گایز، امیدوارم از این ریاکشن لذت برده باشین و از نصایح منم استفاده بکنین. مرسی که تا اینجا با من همراه بودین. لایک، کامنت، سابسکرایب، الاسکی یادتون نره. اول از این که سلامت باشین، دوم از این که روز خوب داشته باشین، سوم از این که دوستتون دارم خیلی زیاد. قبل رفتنم اینم بهتون بگم که ما بخش سینمای عرب زبان رو قطعا ایجاد خواهیم کرد، ولی موقعی که حالا به 10 تا 15 تا یا حداقل نمون لول 5 تا 10 تا برسه که از فهرست بخش موزیک ویدیو عربی جداش کنیم. یعنی قشنگ میام میرسیم ریاکشن روی فیلم های عربی یا هر چیزی دیگه که هست سینمای عرب کلا دیگه. خب حرفی نیست، شاد باشین، شادی رو انتقال بدین. 10 ثانیه آخر ویدیو میارتون نره، ویدیو پیشنهادی میاد در طول فرست بخش این ور یا این ور علامت فرست بخشمون میاد، علامت تعجبش میاد، میتونید بزنید فرست بخشمون رو نگاه کنین، سابسکرایب کنین و ویدیو درخواستیتون رو برامون کامنت کنین. خدا نگهدار.